با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی، گزارش دیگه رو خدمتتون عرض میکنم از استکهلم در مقابل پارلمان سوئد. اینجا میدان مینتوریت و میادگاه دوباره و هر هفته ایرانیان و هواداران مقاومته. امروز در این آکسیون تعداد زیادی از ایرانیان جمع شدن و در سه محور خواسته های خودشون رو در شعارهای فارسی و شعارهای سوئدی اعلام میکردن. یکی از این محورها در لیست گذاشتن سپاه تروریستی و بازوی سرکوب ولایت بود که با شعار سپاه تروریست باید بره توی لیست و شعارهای دیگه اعلام میشد. همچنین در قسمت دیگر شیمیایی کردن دختران دلاور ایران رو محکوم کردند و با شعار شیمیایی جنایت ته خط ولایته و شعارهایی در این زمینه توجه رهگذران رو به خودشون جلب کردند. در قسمت دیگری از این خواسته ها اونها در روز کارگر که 2 روز دیگه خواهد بود از کارگران و مبارزه بر حق اونها دفاع کردند و شعار میدادند مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر. نظر شما رو به قسمت‌های مختلفی از این آکسیون و راهپیمایی جلب می‌کنم. مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر. مرگ بر شیمیایی جنایت ته خط ولایت، شیمیایی جنایت ته خط ولایت. سلطنت ولایت 100 سال جنایت، سلطنت ولایت 100 سال جنایت. سپاه تروریست باید بره توی لیست. قسم به خون یاران بی‌ساده این تا پایان. مرگ بر ستمگر، پس میگیریم ایران رو. بهنام ترک زبان، استکهلم، سوئد.